داستانای بین اندروید و آیفون تمومی نداره و اتفاقا خیلی جذاب. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم داخل این ویدیو وانیوی 5 و iOS 16 و 1 رو با همدیگه مقایسه کنیم، ببینیم توی بخشای مختلف با همدیگه چه تفاوتی دارن. هدف از ساخت این ویدیو این نیست که بگیم کدوم یکیشون بهتره کدوم یکیشون بدتره، هدف اینه که کنار هم بذاریم و شما خودتون مقایسه کنیم که کدوم واسه شما مناسب تره. پس بریم سراغ ویدیو. یکی از قابلیت هایی که توی رابط کاربری های اندروید ما قبلا دیدیم و جدیداً آیفون اضافه کرد قابلیت Always On بود که بهش میگن نمایشگر همیشه روشن. نیاز نیست شما صفحه موبایل رو روشنش کنین و همیشه روشنه و یه سری چیزها رو شما میتونین همیشه ببینین، که قابلیت خیلی جذابی از نظر من که به iOS هم اضافه شد. اولین قسمتی که میخواییم ببینیم چجوری قابلیت Always On رو داخل آیفون فعالش کنیم. شما باید برین داخل قسمت Setting، قسمت Display and Brightness، توی این قسمت گزینه Always On رو تیکش رو بزنین، به همین راحتی فعال میشه. توی گوشی های سامسونگ هم میبینین که داخل Settingش باید برین داخل قسمت Setting و گزینه های بیشتری داره که اینجا میتونین اینجوری ستش کنین که همیشه Always روشن باشه، وقتی که تپ میکنین یا یه بار انگشتتون رو میزنین این قابلیت فعال بشه، یعنی این قابلیت فعاله، شما باید یه بار انگشتتون رو بزنین، این مدلی منظورشه و کلی آپشن های دیگه اینجا داره. که داخل گوشی سامسونگ ساعت رو میتونین تنظیم کنین و یه سری شخصی سازی های خیلی جذابی برای نوتیفیکیشن ها داره. یه قابلیت خیلی جذابی داره به اسم اوتو برایتنس. اوتو برایتنس رو داخل گوشی های اندرویدی قبلا زیاد دیدیم که با استفاده از اون سنسورهایی که وجود داره یا دوربین خود گوشی تنظیم میکنه میزان روشنایی صفحه نمایشگر رو. حالا این گزینه که اینجا وجود داره برای اینه که توی قابلیت توی زمانی که گوشی روی حالت Always On قرار داره و این قابلیت فعاله، اونجا این کار رو انجام. توی قسمت دوم میخوایم لاک اسکرین این دوتا رابط کاربری رو کنار همدیگه قرار و ببینیم که قابلیت های هر کدومشون چجوری. توی گوشی های سامسونگ دیدیم که میتونین ساعت و تاریخ و با مدل فونتاش و رنگاش رو تنظیم کنین و مدل چینشش هم تغییر بدین. اما توی گوشی های آیفون یه قابلیت خیلی جذابی هم معرفی. قابلیت لایو اکتیویتی رو داخل اون ویدیو معرفی آیفون ها دیدیم که شما میتونین نتایج فوتبال رو ببینین، میتونین ببینین که اون تاکسی اینترنتی همون اوبری که گرفتین چقدر از شما دوره و چقدر داره به شما نزدیک میشه و انیمیشن خیلی جذابی داره. و میتونین یه سری قابلیت‌های ورزشی اضافه کنی یا موزیکتون رو پلی کنی از اون قسمت پایین که خیلی جذاب و جمع و جور اون پایین گوشی می‌بینی. توی قسمت بعدی می‌خوایم هوم اسکرین این دوتا رابط کاربری رو با همدیگه مقایسه کنیم و ببینیم چه تفاوت‌هایی با همدیگه داره. خب اینجا می‌بینین که داره تنظیمات مختلفش رو انجام میده، رنگا رو میتونه تغییر بده و خب میتونین آیکون‌ها رو یکم تغییر بدین، اون قسمت نوتیفیکیشن‌ها رو تغییر بدین، اون قسمت کشویی بالای رابط کاربری رو میتونین تغییر بدین که مدل‌های چینشش رو تغییر بدین. این از گلکسی S22. بریم حالا داخل آیفون هم ببینیم که چجوریه و یه سری شورتکات‌هایی رو تعریف بکنین که خیلی راحت دسترسی به موزیکاتون داشته باشین و یه سری چیزهای دیگه که داخل ویدیو دارین میبینین. حالا توی این قسمت هم داخل آیفون نشون میده که اون قسمت ساعت بالا، تقویم یا این قسمت پایین هم میتونین یه سری چیزها رو مشخص کنین براتون که نمایش بده و جذاب‌تر نسبت به سامسونگ. توصیه زیادی توی این قسمت نمیده، فکر کنم فن سامسونگ باشه. یه سری جاها از سامسونگ خیلی داره خوب میگه. توی این قسمت میخوایم مولتی تاسکینگ این دوتا رابطه کاربری رو ببینیم. به صورت ساده مولتی تاسکینگ چیه؟ این که شما چند تا نرم افزار رو همزمان باز میکنیم و ازشون استفاده میکنیم، که توی گلکسی زد فولدای جدید خیلی بهش اشاره شد و قابلیت خیلی جذابی. توی سامسونگ میتونین چه کارهایی انجام بدین؟ میتونین صفحه رو به دوتا تیکه تقسیم کنین یا اون برنامه‌ای که بازه بیارینش سمت چپ و یه خورده کوچیک‌ترش کنین که برای کارهای مختلف و کاربری‌های مختلف خیلی جذابه. یه قابلیت دیگه‌ای که اینجا داره نشون میده، میتونین از روی اون عکسی که وجود داره متنش رو کپی کنین. حالا بریم توی آیفون ببینیم این چجوریه. داخل آیفون شما میتونین اون تصویر رو کپی کنین و بک‌گراندش رو تغییر بدین و خود اون تصویر رو ببرین توی قسمت‌های دیگه پیستش کنین، یا میتونین حتی از داخل ویدیو یه دونه تکس رو بردارین و کپی کنین که خیلی کاربردی و به دردتون میخوره. توی قسمت بعدی قسمت نویگیشن جسچره، همون دکمه‌های پیمایش حرکتی که به فارسی مینویسه داخل گوشی‌ها،
داخل این قسمت داره مال سامسونگ رو نشون میده که میتونید دکمه های پایین رو بذارین و یا بردارین، اما توی آیفون اینجوری نیست و یکم فرق داره. یه سری تکنیک های هم وجود داره، یه سری ترفندهایی هم وجود داره داخل آیفون که قبلا فکر میکنم داخل ویدئوها معرفی کردم که چجوری میتونین راحت‌تر باش کار کنین. هم داریم نحوه بستن برنامه‌ها رو می‌بینیم داخل دو تا رابط کاربری که چقدر با همدیگه متفاوت که یه خورده با همدیگه متفاوته و تفاوت‌هاشو داریم می‌بینیم. توی قسمت آخرم داریم تفاوت تنظیمات رابط کاربری رو می‌بینیم که از نظر خیلیا شاید آیفون جذاب باشه، از نظر خیلیا سامسونگ یا شیائومی جذاب باشه. شما هم بگین که کدوم رابط کاربری به نظر شما کاربردی‌تره و می‌تونه برای شما بهتر باشه، چون بر اساس نیازی که هر فرد داره ممکنه سامسونگ بهتر باشه، آیفون بهتر باشه، شیائومی بهتر باشه. و شما بگین که از نظر شما چه بخشی از رابط کاربری سامسونگ بهتره یا چه بخشی از رابط کاربری آیفون بهتره که ویدئو کامل تر بشه.